موافقان و مخالفان تصمیمات جدید محمد مرسی رئیس جمهور مصر امروز در قاهره و چندین شهر دیگر این کشور تجمع کردند. موافقان تصمیمات رئیس جمهور را برای تحقق اهداف انقلاب لازم می دانند. اما مخالفان معتقدند که اصلاحات جدید به محمد مرسی اختیارات مطلق می دهد. محمد مرسی رئیس جمهور مصر با صدور فرمانهای جداگانه، عزل دادستان کل، تغییر برخی از اعضای شورای تدوین قانون اساسی، محاکمه دوباره قاتلان انقلابیون و وابستگان رژیم سابق را صادر کرد. شورای قضات که وابسته به رژیم سابق است، در اعتراض به احکام رئیس جمهور، قضات مصر را برای تعلیق فعالیت خود گرد هم آورد. حزب الوفد، جریان مردمی و حزب قانون اساسی در تجمعی مخالفت خود را با غیر قابل اعتراض بودن این دستورها اعلام کردند. محمد علی بسد عاصمه جمهوری اسلامی ایران قاهری. برخی خبرها از سراسر مصر است. در درگیری بین مخالفان و موافقان مرسی چندین نفر زخمی شدند. همچنین دفاتر حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان المسلمین در شهرهای اسماعیلیه، پورسعید و سوئز به آتش کشیده شد. محمد مرسی هم امروز با حضور مقابل طرفدارانش در میدان تحریر گفت تصمیماتم برای حفظ ثبات سیاسی و اجتماعی مصر است. من آمدم پیش شما تا بگویم تصمیماتی که دیروز اتخاذ شد با هدف حفظ ثبات سیاسی و اجتماعی در کشور بوده. از همه مصری ها می خواهم به آینده بنگرند. هیچ کس نمی تواند جلوی حرکت ما را بگیرد و ما را متوقف کند.